أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره وأتوكل علي وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأرضين عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه شکرگزاری می کنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه برادران و خواهران عزیز و شرکت کننده در نماز را توصیه می کنم به حفظ تقوا و پروا پیشه کردن. اگر ذرات و لحظات عمر و زندگی من را بر اساس تقوا تنظیم کنیم، همه خیرات و برکات الهی سراغ من می آید و سعادت و خوشبختی ابدی نصیب من خواهد شد. لذا فرمودن آگاه باشین، تقوا رو حفظ بکنین و با تقوا خودتان را از همه خطرات و زیانها و آسیبها محافظت کنید. الا فسونوها و تسبنو بها. در خطبه اول بر اساس یک برنامه و باوری که داریم، مباحث را از منظر قرآن با توجه به نیاز و به مبتلا بودن جامعه انتخاب میکنیم. به همین دلیل در این هفته در خطبه اول محور بحثمان گناه و آثار مخرب آن در دنیا و آخرت است. گناه چیست؟ قرآن گناه را چگونه معرفی می کند؟ و آثار گناه در دنیا و آخرت چی می باشد؟ نتیجه گناه. در خطبه اول موضوع بحث امین است. همه عزیزان می دانند ایامی که درش قرار داریم آغاز ماه صفر است. امروز چهارم ماه صفر و ایام حضور اهل بیت و اسرا و آل الله علیهم صلوات الله در شام است و در یک مقطع جدید و بخش دیگر از جریان عاشوراست. لذا در خطبه دوم مباحث من بیشتر ناظر و این جریان است، شهادت سفیر سید الشهدا حضرت رقیه سلام الله علیها
که فردا پنجم سفر است اشاره می شود و در مسائل روز و مسئله حقوق بشر که 14 این ماه روز در واقع توجه و تنبه به حقوق بشر است، از موضوعات است که در خطبه دوم به اونها اشاره خواهیم کرد. اما خطبه اول و بحث گناه، گناه چیست؟ شاید 27 کلمه در قرآن برای معرفی گناه داریم. این 27 کلمه بعضی هاش خیلی در قرآن استفاده شده، به کار برده شده، 40 بار، 60 بار، 10 بار، کمتر بیشتر. 27 کلمه بعضی هاش خیلی در قرآن به کار رفته به مناسبت های مختلف. در فارسی میگیم جرم، نافرمانی. در قرآن عبارت ها مختلف است، گاهی میگن ذنب، گاهی میگن اثم، معصیت. همه اینها را که جمع کنیم میشه نافرمانی. حالا گاهی نافرمانی از حکم خداست، گاهی نافرمانی از حکم طبیعت است. از هر کدامش بخوایم نافرمانی کنیم اثر داره. با طبیعت انسان خودش در بیاندازه نافرمانی کنه آثار داره. اگر با امر خدا انسان مخالفت کرد، نافرمانی کرد، اونم عواقب داره. مثلا عباراتی که درباره گناه در قرآن آمده، بغی، جنف، خطا، خوز، رجس، خیانت، لمم، زیق، زور، سوء، فوش، فسق. بخوایم صحبت کنیم وقت میبره، نیازی هم نیست. کلمه اثم به عنوان نمونه 40 مورد و 40 بار در قرآن برای معرفی گناه به کار رفته. یک دقتی لازم است. عرب ها به شطوره که در رسیدن به مقصد تأخیر داره، میگن ناقتون آثمه. و هرچی از این خانواده باشه، اسم و اون چی که از مشتقات اسم است، صاحبش را باعث می شود دیر به هدف برسه. گناه یکی از چیزهایی است که ما را از هدف دور میکنه، از سعادت دور میکنه. قرآن میفرماید ولا تکتم الشهاده، اگر یک حقیقتی را دیدی مخفی نکن. ولا تکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکن. و من یکتم ها، حالا اگر شما یک حقیقتی را دیدی اما مخفی کردی چی میشه؟ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، قلبت گرفتار گناه شده. خب در جریان قدیم پیامبر خیلی زحمت کشید. خطابه قدیم یک رسالت عظیم از پیامبر بود، شاید اساسی ترین بخش کار پیغمبر. بعد خیلی ها شاهد جریان غدیر بودن، بعدا که ازشون سوال شد نگفتن. خیلی هاشون گرفتار شدن، بعضی ها آخر عمر بعد از حوادث احساس کردن این مخفی کردن خیلی به زیانشون تمام شد. قرآن خیلی جامع مباحث دنبال میکنه. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. حالا من یک موردش عرض کردم، 39 مورد دیگه شه دوستان خودشان مراجعه کنن در قرآن درباره اسم گناه. مثلا ذنب، به ای ذنب قتلت، 11 بار در قرآن این کلمه درباره گناه آمده. ذنب دنباله چیزی را گرفتن است.
اگر کسی یک چیزی را پیگیری کرد، خلاصه هر کاری که سرانجامش وخیم باشه آدم دنبال اون کار بگیره، خب انسان به همون شومی گرفتار میشه. خداوند در آیات مختلف قرآن بحث زن و به عنوان یک مصداق از گناه بیان کرده. خدا گناه را میبخشه اما بنده سراغ گناه میره. غافر الذنب، غافر الذنب، خدا گناه را میبخشه و قابل التوب، توبه را قبول میکنه. شدید المحال، دستوره اگر گناه کردی استغفار کن و استغفر لذنبك. در سوره مبارکه تکویر وقتی این بحث مطرح میشه، به ای ذنب قتلت، خب اطفال هم میکشتن، مخصوصا دخترانی که به دنیا میامدن اینها را دفن خاک میکردن. قرآن دستور میده و بیان میکنه به ای ذنب قتلت. برداشت اینه، اشاره به این داره که گناه آخرش نابودی است. انسان گناه میکنه، یکی از آثار گناه این است که انسان از بین میبره، حقیقت انسان را نابود میکنه، معدوم میکنه. عصیان، این کلمه 22 بار در قرآن برای معرفی گناه به کار رفته. و عصا آدم ربه فغوا، کلمه جرم حدود 65 بار در قرآن برای معرفی گناه کلمه جرم به کار رفته. جرم بریدن برخلاف اقتضای حق. یک اشاره لطیف داره، یعنی گویا انسان ها با خدا رابطه دارن اما وقتی انسان مرتکب گناه میشه این گناه اون رابطه را قطع میکنه، اون رفاقت را نابود میکنه. به همین دلیل است که از آثار شوم گناه قطع رابطه با خداست و توبه که خیلی در اسلام تشویق شده به خاطر این است که رابطه ها را برقرار میکنه. آیات فراوان است. کلمه فوش 8 بار در آیات به کار رفته. الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان تا میخواییم پول خرج کنیم در راه خدا میگه نکن، فقیر میشی. اما اگر کسی تصمیم بر گناه بگیره شیطان وادارش میکنه. و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرتا من و فضلا. اما خدا میگه خرج کن، ما عوضش میدیم. والله یعیدکم مغفره، خدا به شما وعده آمرزش میده. و فضلا، وعده میده که برکت الهی، فضل الهی، لطف الهی شامل حالت میشه. علی کل حال چند تا نمونه عرض کردم از اون همه خلاصه عباراتی که در قرآن برای معرفی گناه آمده. خیلی بحث نمیشه در فضای نماز جمعه، خب به اندازه ای که خط مشی و سرفصل نصیبمون بشه. حالا این گناه چه آثار داره؟ هر کدومش باشه مهم نیست، آثارش چیست؟ یکی از چیزایی که خیلی باید بهش توجه بشه، گناه را نباید سبک بشماریم. خیلی مهم است که متوجه باشیم کار که از ما سر میزنه گناه نباشه و اگر گناه است این را خیلی سبک نشماریم، جدی بگیریم. یکی از بدترین حالات انسان این است که گناهی ازش سر بزنه و او را سبک بشماره، بگه یکی چیزی نبود. من دلیلش عرض بکنم، امیر المؤمنین مولای سفید رویان فرمود ان الله اخفا سخطه فی معصیته، خداوند غضبش را مخفی کرده در خشمش.
آقا گناه کنیم خشم خدا داخلشه. فلا تستصغرن شیئا من یا شیئا من معصیتی، گناه را کوچک نشمار. شاید همون چیزی را که شما سبک شمردی غضب خدا در اونجا باشه. بعضی ها میگن این که مهم نیست، غیبت یک نفر کردن، کسی را تحقیر کردن. در روایات داریم مؤمن وقتی گناه میکنه گویا یک کوه بالای سرش قرار داره، هر لحظه این کوه فرو میریزه و این مؤمن را زیر آوار قرار میده. یک ساختمان بزرگ در حال لیزش است. مؤمن وقتی گناه میکنه گناه را اینقدر بزرگ میشماره. حالا غیر مؤمن هم گناه میکنه، مؤمن هم گناه میکنه، مؤمن گناه نمیکنه که نیست. آقا رسول الله فرمودن ان المؤمن لا یرا ذنبه کانه تحت صخره یخاف ان تقع علی. مؤمن وقتی گناه میکنه انگار یک کوهی داره بالاش ویران میشه. والکافر یرا ذنبه کانه ذباب مر علی انفه. اما کافر وقتی گناه میکنه گویا یک پشه ای از جلوی دماغش عبور کرد. گناه رو باید خیلی جدی بگیریم، فوراً باید توبه، فوراً باید معذرت خواهی، جبران نکنیم ضرره. اگر به گناه جدی برخورد نکنیم آثار مخرب داره. یکی این که از نظر روحی روانی انسانی که گناه میکنه گرفتار میشه. شما توجه کنین خیلی از مشکلاتی که امروز جامعه و افراد جامعه گرفتار هستن از نظر فکری، از نظر روحی روانی، اینا آثار گناه است. حالا گاهی متوجه نمیشه خودش، سراغ پزشک میره، سراغ درمان فیزیکی میره، سراغ دکتر میره، در حالی که باید خلاصه سراغ خودش بره و ریشه این ناآرامی ها و ناملایمات رو بررسی بکنه. یکی از چیزهایی که گناه باعث می شود عذاب وجدانه. انسان دارای یک نفس لوامه است. لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. آدم گناه کرد، گناه آدم سرزنش میکنه، وجدان آدم محاکمه میکنه. شما شنیدین در جریان که در جنگ دوم جهانی اون پیلوت آمریکایی آمد دو تا شهر از شهرهای ژاپن بمباران کرد، در یک بمباران 150,000 نفر کشت و اون ملال دادن به گردنش گل آویختن. بعد از مدتی خلاصه روانی شد. هر لحظه این قتل 150,000 طفل و انسان و زن و مرد جلوی چشمش جلوه میکرد. در زمان معاویه بسر ابن ارتاد در شهر انبار آمد خیلی جنایت کرد، از جمله دو تا طفل سر برید. همیشه این حالت نابودی دو تا طفل و کشته شدنشان جلوه چشمش بود. تبدیل شد به یک دیوانه، سوار بر چوب میشد، یک چوب دیگری را به عنوان تازیانه و یک چوب را اسب درست میکرد میدوان. گناه انسان محاکمه میکنه. در سال 1945 اون حادثه ژاپن اتفاق افتاد. این همه روزنامه ها و تاریخ نوشته. گناه ایمان را نابود میکنه. ایمانی که سرمایه ما است، گناه دقیقاً میاد سرمایه را از ما میگیره. انشاءالله در خطبه دوم فرصت بود یقیناً این بخش مطرح میکنم انشاءالله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوء ان کذبوا بآیات الله. اونایی که یکی از کلماتی که گناه را معرفی میکنه سوء است، عرض کردم 27 کلمه است. کسایی که گناه میکنن اولش گناه آخرش
پایان گناه میشه انکار خدا، انکار آخرت، انکار قیامت، انکار قبر. این اثر گناست. برای که به اون مرحله ها نرسیم، سرطان اولش شروع میشه، بعدها بدن کاملا از کار میاندازه. گناه سرطان عقیده، سرطان باوره، ریشه میدوانه، باید مبارزه کرد، باید توبه کرد، باید آگاه شد، باید با وسائل و برنامه هایی که گناه را نابود میکنه آشنا شد. چرا تشویق کردن به عبادت، تشویق کردن به توسل، تشویق کردن به دعا، به زیارت، به حج، به تشییع جنازه؟ اون چی که ریشه های گناه را میخوش کنه. به خاطر این است که گناه مخرب است. گناه باعث میشه دعا قبول نشه. خیلی وقتا بعضی از افراد سوال میکنن، ما دعا میکنیم چرا دعا من مستجاب نمیشه؟ خب یکی از عواملش اینه که گناه میکنیم. اللهم اینی اتقرب الیک بذکرک. اونی که گناه میکنه اصلا نمیتونه به خدا نزدیک بشه. اول اینکه آدم گناهکار توفیق دعا پیدا نمیکنه، یک وقتی هم اگر توفیق پیدا بکنه مستجاب نمیشه. هرچه رابطه من با دعا بیشتر باشه، دلیل بر این است که از گناه دور شدیم. و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا. چقدر زیبا فرمود آقای امام سجاد علیه السلام، فرمود بزرگترین، یکی از بزرگترین نعمتهای خدای بر ما این است که ما هر وقتی میخواییم با خدا حرف بزنیم، خلوت بکنیم، دعا بکنیم، میسره. و اذنک لنا بدعائک. گناه باعث میشه آدم از این فرصت محروم بشه. دو تا برادر در یک خانه هستن، زن و شوهر در یک خلاصه زندگی مشترک زندگی میکنه، یکی اهل دعاست، هر لحظه با خدا صحبت میکنه، یکی توفیق نداره. گناه باعث میشه انسان خودش فراموش کنه. خود فراموشی خیلی ضرر است. نمیگم مؤمن مشکل نداره، چرا؟ چون در روایات داریم دنیا زندان مؤمن است، بهشت کافر است. اما در عین حالی که مؤمن در دنیا مشکلات داره، اما از آرامش برخوردار است. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف ندارن، حزن ندارن، تلاش دارن، سختی دارن. بالاخره شب بیدار شدن، سحر بلند شدن، روزه گرفتن، خلاصه برنامه ها را مقید بودن، اینا بالاخره انسان را وادار به کار میکنه، اما تلخ نیست، اینا شیرینه. یکی از آثار گناه این است که نعمتهای الهی را از انسان میگیره. سلامتی، رابطه با خوبان، احساس نزدیکی با مردم، احساس آرامش، اینها را یکی یکی از آدم میگیره. امام سجاد علیه السلام، امیر المؤمنین، امام صادق، روایات از همه بزرگان داریم. حالا از آقای امام سجاد عرض بکنم، از ذنوب التی تغیر النعم البغی علی الناس. گناهان که نعمتها را از آدم میگیره ظلم به مردم است. آی مردم متوجه باشیم، همه متوجه باشن، مسئولین، حکومت، تجار، علما، افرادی که جایگاه دارن، به محض که به مردم ظلم شد اوضاع عوض میشه، تغییرات میآید، کمبودی ها میآید. هرچی عدالت، محبت، خدمات به مردم بیشتر بشه، برکات میآید. این اصل قرآن است، این راهی است که خدا معرفی کرده. بگذرم و یک داستان را در قالب داستان عرض بکنم.
ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان. البته همیشه اینطوری نیست، گاهی خلاصه بلا برای ظالم به خاطر این است که او را ادب بکنه، گاهی مؤمن گرفتار یک بلایی میشه به خاطر این است که یک امتحان ازش گرفت بگیرن. امتحان خدا با امتحان ما فرق داره، امتحان ما به خاطر این است که بفهمیم بلده یا بلد نیست، امتحان خدا برای این است که مقامش بالا ببره. حالا کربلا حضرت ابوالفضل خیلی مشکلات تحمل کرد، اما میدونی مقامش به کجا رسید؟ پدرش امیرالمومنین فرمود ولدی ستقر غدا عین برؤیتک، پسرم فردای قیامت تو را ببینم چشم علی روشن میشه. یعنی قدر مقام ابوالفضل بالاست که قیامت دیدن ابوالفضل برای امیرالمومنین باعث میشه علی چشمش روشن بشه. یه اشاره ای کرد فرمود شرطش اینه که کربلا وقت برادر تشنه است آب نخوری. ایاک به انتشرب الماء و اخوک الحسین و عطشانه. گاهی بلا برای مومن امتحان. اما در مجموع گناه باعث می شود نعمت ها از دست انسان گرفته شود. آثار زیادی گناه داره، امیدوارم که با استفاده از این تذکرات و دستورات قرآن زمینه گناه در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی مان محدود بشه، کم بشه. واقعا اگر این روش های قرآنی را به کار بگیریم زندگی حلاوت دیگری پیدا میکنه، زندگی رنگ دیگری پیدا میکنه، زندگی شیرین میشه. اون حسنه ای که خدا در قرآن به ما یاد داده سراغ من میآید. خدایا ما را با قرآن و معارف قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. فرج آقا و مولا من صاحب الزمان برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة، والحسن والحسين، وعلي بن الحسين، و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. تشکر میکنم از حضور یکایک شما سنگرداران سنگر عزت و اقتدار در جای جای سرزمین و کشوریمان افغانستان در مجالس و محافل، مخصوصا نماز بزرگ و ذکر الهی نماز جمعه. دو هفته توفیق نداشتم در جمع شما باشم. از همه شما مؤمنین و از عالم بزرگوار و ارزشمند جناب آقای محمودی که در دو هفته نماز جمعه را اداره کردن و از همه دستاندرکاران تشکر میکنم. فقط از باب یادآوری و ذکر و تذکر عرض میکنم جمعه گذشته در این ساعت کربلا توفیق داشتم، صبح جمعه به یاد شما بودم.
در حرم امیرالمومنین، در حرم میوه دلش قمر بن هاشم، در حرم ارباب آزادگان، رهبر آزادگی، سید الشهدا به نیابتتان زیارت نامه خون. خدایا این محبت و اخوت را بیش از پیش بر جامعه اسلامی و انسانی و جامعه ولایی بیش از پیش ارزانی بدار. نماز مغرب و عشا را در حرم امیرالمومنین خواندم. غروب روز جمعه شاید در شبی که در کنار خیمگاه دعای کمیل نصیبم شد و صبحی که در کنار خیمه ها دعای ندبه خواندم، به یاد یک آیه که شما بودم، خدایا همه عزیزان را به اونجا برسان. خیلی با خودم در واقع یعنی جدل کردم که در این خطبه بیشتر مسائل اجتماعی رو بگم، اما دیدم نه، قلبم اجازه نمیده، باید بخشی از خطبه را از زینب بگم، از شام بگم. اجازه بدین قبل از اونه که از بی بی صحبت بکنم، یک بحث کوتاهی در رابطه با حقوق بشر داشته باشم، بعد نقش زینب را در احقاق حقوق بشر و خطابه بی بی را انشالله بیشتر بهره ببریم. سازمان همکاری اسلامی در سال 1369 شمسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را در سطح دولت‌های اسلامی به تصویب رساند، یعنی در اون سال این اعلامیه را در بین کشورهای اسلامی تصویب کرد و به همین دلیل 14 اسد در تقویم 14 برج 5 در تقویم کشورهای اسلامی به نام روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نام گرفته. 14 اسد که امروز 19 اسد است، روز در واقع حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. یک اشاره بکنم، خیلی وقت نگیرم، این اعلامیه حقوق بشر بخشاش واقعا با اون چرا که اسلام برای بشریت در نظر گرفته میخوانه، یک بخشاش، اما حقوق بشری که قرآن میگه برتر از اون حقوق بشری است که در این اطلاعیه آمده. یک تفاوت‌هایی است، یعنی بشریت آمدن در قالب این اعلامیه یک بخشای از حقوق بشر مطرح کردن، در حالی که اسلام بالاتر از اونها مطرح کرده. من وارد خلاصه جزئیات اگر بشوم خیلی وقت میبره، به همین دلیل است که فقط اشاره میکنم در قانون حقوق بشر این بحث نیامده که انسان خلیفه خداست، اما در قانون الهی وقتی مطرح میشود اگر انسان حقوق برتر داره، خب میدونین انسان نسبت به همه موجودات در اطلاعیه حقوق بشر از حقوق بالاتر برخوردار است. قرآن بالاتر از دور مطرح میکنه، میگه این به خاطر این نیست که انسان با چشم تبعیض به او نگاه شده، نه، چون انسان جانشین خدا است، همونطوری که فرشتگان مقام بالا دارن انسان هم این مقام داره، منتها باید یک کاری بکنیم که بشر به حقش برسه. خیلی ها این قانون را فقط به عنوان ابزار رسیدن به موقعیت و فرصتها مطرح میکنن، در حالی که اسلام بالاتر از اونها را مطرح کرده. لذا اگر بررسی شود بخشی از ماده ها و به اصطلاح بخشهایی از قانون حقوق بشر مورد تأیید اسلام است و بخش در اسلام آمده اما در قانون حقوق بشر نیامده. من اینا را خیلی کوتاه عرض میکنم تا خطبه بی بی را بخوانیم. اسلام و اعلامیه حقوق بشر، هم اسلام هر این اعلامیه میگن انسان موجود با کرامت است، باید کرامت انسان ها رعایت بشه.
وقتی میاییم بحثی خون مطرح میکنیم، آقا این سیاه پوسته، این سفید پوسته، اینجا کرامت انسانی زیر سوال میره. در قانون اطلاعیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر نیامده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما اسلام میگه ما بالاتر از این کرامت یک چیزی دیگری هم در نظر داریم و اون پرهیز است، تقواست. اسلام و اعلامیه حقوق بشر هر دو تأکید دارند بر این که هر فرد باید دارای این کرامت باشه. دولت ها و حکومت ها باید طوری قوانینشان را تصویب بکنند که این کرامت حفظ شود. هم اسلام به این توجه کرده و هم اعلامیه حقوق بشر. خب هر دو این بحث دنبال میکنن که لازمه کرامت یک سری از اصول است، یک سری از شرایط است، باید آزادی در انتخاب داشته باشن، آزادی در کار داشته باشن، آزادی در آموزش و آگاهی داشته باشن. اما اسلام از اون طرف یک چیزایی رو مطرح میکنه، میگه که بعضی از علوم به ضررته، میگه اینا رو با آگاهی دنبال نکن. اسلام و اعلامیه حقوق بشر مبانی دارد. یکی از مبانی مشترکش این است که هر دو میگوید انسان دارای خرد است. این عقل و این اندیشه باعث میشود انسان در انتخابش آزاد باشه. آزادی به تعبیر قرآن فطری انسان است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. اینها اصول مشترک اسلام و اعلامیه حقوق بشر است. اما تفاوت‌هایی هم وجود دارد. مثلا اسلام در جهانبینی خودش انسان را آفریده خدا و برگزیده خدا می‌داند و فطرت او را بر سرشت توحید معرفی می کند. اما اعلامیه حقوق بشر به این نکته توجه نداره. حالا بعضی ها در تفسیرهای مختلفشان گفتن، خلاصه این مد نظر بوده. اسلام لازمه کرامت را تقوا می دانه، اما اعلامیه حقوق بشر به این بخش نرسیده. به همین دلیل است که اگر اون چرا که اسلام گفته مورد توجه قرار بگیره، بالاتر از اون چیزی است که در اعلامیه حقوق بشر آمده. من زیاد وقت در این مقوله نگیرم، یکی دو تا موضوع است اشاره کنم. در این روزها یکی از چیزایی که شما در اخبار میشنوید مسئله مهاجرین است. در کل دنیا مخصوصا مهاجرین افغانستانی، چی در اروپا چی در کشورهای همسایه. خب میبینین امروز دنیا تبدیل به دهکده شده، همه چیز آدم ها میشنون. مسئله که باید به او تذکر جدی بدم و توجه بشود، در این اواخر یک روند به وجود آمده که در واقع یک تقابل را بین کشورهایی که مهاجرین مخصوصا مهاجرین افغانستانی در اونجا هستند و مردم اون کشورها به وجود بیاورند. این به نظرت میرسه یک توطئه است، یک دسیسه است، منتها باید جامعه اسلامی چه کشورهایی که مهاجر داخلشان هستند و چه مهاجرین متوجه این دسائس باشند. این حقیقت است. قبل از اونه که من وارد او بحث بشوم، به این بحث باید اشاره بکنیم. علی کل حال هر چیز یک منبعی داره، یک منشأی داره. تحولاتی که در کشورها مخصوصا در افغانستان به وجود آمد، یکی از خلاصه
پیامدها و لوازمی که داشت موج مهاجرین بود که به وجود آمد. موج عظیمی از مردم در حال مهاجرت هستند و مهاجر شدند. این باید فکرش بکنیم. یکی از راه‌های کار اینه که ما بیاییم جلوی این موج بگیریم. اما راه گرفتن این موج چیست؟ خب وضعیتی که در افغانستان به وجود آمده، کشور در حال تحریمه، باید کشور از تحریم بیرون بکنیم. دشمنان اسلام مخصوصا در رأس اینها آمریکا آمدن دارایی های افغانستان را منجمد کردن، بلوکه کردن. خب اینا باعث میشه سرمایه نباشه، مردم وقتی بی سرمایه شدن، بیکار شدن، معاش نداشتن، دنبال نان میگردن. باید این سرمایه ها را آزاد کنیم. این که میگم آزاد کنیم، دنبال راهش باید حرکت کنیم. میدونین مؤسسات خیلی ها رفتن اینجاها بیکار شدن، کارمندان خلاصه که قبلا کار میکردن اینا فعلا بیکارن، اما اینا موج مهاجرت بالا میبره. مثل سیل که وقتی از کوههای زیاد آب میریزه سهمگین میشه، اما اینا عامل مهاجرته. اینها را باید خلاصه مهار کرد. مسئله امنیت روانیه. بالاخره وقتی برای بخشی از جامعه مسئله آموزش مهیا نیست، دخترها زمینه درس خواندن ندارن، خب این امنیت روانی را پایین میاره. باید زمینه این امنیت روانی را فراهم بکنیم. مشکلات بیرونی هم جزء مشکلات است که باید جهان اسلام به اونها توجه داشته باشه. ایجاد تنش میان شهروندان کشورهای میزبان مثل ایران اسلامی، مثل پاکستان و بین مهاجرین. حالا شاید دست دشمن است، یک مهاجری قتل مرتکب میشه، یک موجی به وجود میآید. این موج باید مدیریت بشه. وقتی یک مهاجر با اون صحنه باش برخورد میشه، خب دشمن تبلیغات میکنه. من به عنوان یک کسی مطالب دنبال میکنم که مصلحت همه اسلام و کشورهای اسلامی را مد نظر دارم. باید این موجها کنترل بشه. ایجاد دشمنی، این همه زحمات، این همه خدمات، اینا نباید نادیده گرفته شود. قوانین یک بحث است، اما ایجاد فتنه و در واقع تنش مسئله دیگر است. دولت ها مخصوصا دولت هایی که اتباعشان مهاجر هستند باید خیلی با اندیشه و انگیزه کار کنند و تعامل مثبت و کسب مشروعیت یکی از راه‌های مبارزه با این پدیده است. سازمان مهاجرت و پناهندگی سازمان ملل باید در این بخش مسئولانه وارد میدان شود. با کشورهای میزبان باید رابطه برگزار بشود و برقرار شود و صحبت‌های دلسوزانه به عنوان راهکار مطرح شود. تماس با سازمان مهاجرت و پناهندگی، تشدید کار کمیسیون تماس با شخصیت‌های ملی و کسانی که قدرت ایجاد کار و مشغله را دارند و همینطور استفاده از فرصت‌های شغلی. همه اینها می‌تواند این تنش را تبدیل به آرامش کند و این بحران را مدیریت کند. مسئله دومی را که عرض می کنم شهادت شهید سرفراز اسماعیل هنیه، این
انسان با ثبات و انسان سنگردار و انسان با مقاومت اینه که اسرائیل به شکلی از جریان‌ها و صحبت‌ها استفاده شد که مرتکب این جریان شده میآید، یک انسان را که در مقابل ظلم و جنایت و در واقع وحشیگری عمر مقاومت میکنه، در یک کشور مهمان است، مورد هدف قرار میده، این باید مورد توجه دنیا قرار بگیره. یزید هم امام حسین به شهادت رساند، تبلیغات امام حسین را به عنوان یک انسانی که رعایت اصول نکرده معرفی کرد. اگر نبود بیدار کردن زینب کبرا و اسرا، امام حسین به عنوان یک کسی که با نظم مخالفت کرده معرفی شده بود. امروز اسرائیلی ها جنایت میکنن، طفل میکشن. اسماعیل هنیه را در حالتی که مهمان است به شهادت میرسانه، بعد تبلیغات میکنن میگن اینها تروریسم است، اینا اهل خلاصه ظلم است، اینا همش تبلیغات دشمنه. باید جامعه اسلامی در مسیر آگاهی و شناخت انسانها و اندیشه هایی که دنبال به هم زدن آرامش دنیا هستن جدی حرکت کنن. باید بیداری جهانی شود. رسانه ها باید مدیریت شود. ما نباید حرف هر رسانه ای را بپذیریم. اون چه که حق است، اون چه که اصل است، اون چه که واقعیت است، اونها را بپذیریم. علی کل حال صحبت در این مقوله به درازا نکشد. امروز چهارم ماه صفر است. روز اول ماه صفر اسرا را وارد شام کردند. نمیگم چه اتفاقاتی افتاد. شما شنیدین از دوستان اهل روزه که از امام سجاد وقت سوال کرد کجا با شما سخت گذشت، سه مرتبه فرمود از شام، از شام، از شام. خب یک روز، روز اول از صبح تا شب اهل بیت وارد شهر شام کردند. از صبح تا شب از دم دروازه شهر تا اون خرابه ای که اهل بیت در اونجا برده شد طول کشید. این بمانه. روز دوم یزید دستور داد اهل بیت بیارن به کاخ یزید. این حقیقت تاریخه. اهل بیت وارد مجلس یزید کردن. امام سجاد می فرماید که ما 12 نفر به یک تناب بسته بودیم. من فقط یک بخش براتان می خوانم. وقتی اهل بیت بردن، زنها و امام سجاد به یک زنجیر و تناب بسته بود، سر آقای امام حسین جلب یزید گذاشتن که پشت سر اطفال و خانواده باشد تا نبینن. امام سجاد سر بریده پدر دید. میگن از اون به بعد امام سجاد خلاصه هر وقت غذا میخورد گریه میکرد. یزید دستور داد یک چوب معروف به خیزران از یک نوع خاصی از درخت بود، او را بیارم. او چوب آورد، با چوب به لب و دندان امام حسین میزد. من نمیخوام روزه بخوانم، شما هم خلاصه من را یاری بکنین. شروع کرد به شعر خواندن. لیت اشیاخ به بدرین شهیدو جزع الخزرج من وقع الاصل. فارسیش بگم، گفت ای کاش پیران و گذشتگان قبیله من که در بدر کشته شدن، زاری کردن قبیله خزرج را از دم شمشیر و نیزه می دیدن، از شادی فریاد می زدن، می گفتن ای یزید دستت درد نکنه. لأهلو و استهلو فرها ثم قالو یا یزیدو لا تشل. می گفتن یزید دستت درد نکنه، چگونه به لب و دندان امام حسین چوب میزنی؟ من اونجاش کار دارم. گفت لعبد هاشم و بالملک فلا. گفت که خاندان هاشم یعنی پیغمبر با سلطنت بازی کردن، نه خبر از آسمان آمد نه وحی بود. گفت قرآن چیه؟ وحی چیه؟ لعبد هاشم و بالملک فلا خبرون جاء ولا وحی نزل. لست من خندف ان لم انتقم. من زاده خندف نیستم، یعنی زاده ابو سفیان نیستم، اگر از فرزندان احمد صلوات الله
در مقابل آنچه که به ما کردن انتقام نگیرم. این یزیده، همه چیز قبول نداره. موج دوم عاشورا در اینجا تجلی میکنه. یزید با چوب به لب و دندان امام حسین میزنه، تا این لحظه کسی جرأت نداره. در بین جلسه یک شخصی است به نام ابو برزه اسلمی از اصحاب پیغمبره. وقتی این صحنه را دید گفت که یزید وای بر تو، بر دندان امام حسین چوب میزنی؟ گفت من خودم با چشمم دیدم پیغمبر لبها و دندانهای حسن و حسین میموسید. و میفرمود شما دو جوانان اهل بهشتید، خدا بکشد کشنده شما را. پیغمبر گفته بود، ابو برزه الان نقل میکنه، و لعنت کند قاتل شما را. یزید تا این جمله را شنید غضبناک شد، گفت که اینی که عرض میکنم حقوق بشر اینه دیگه. یزید دلش میخواد خلاصه این همه جنایت بکنه کسی حرف نزنه، صهیونیست‌ها میخوان جنایت کنن کسی حرف نزنه، این نمیشه. همه انسان ها کرامت دارن. دستور داد که ابو برزه را بر زمین بکشن، از مجلس بیرون کنن. ابو برزه را با سختی کشیدن روی زمین. گاهی دیدین بعضیا چقدر خلاصه ظلم میکنن به افراد، کشان کشان بردن. یزید فکر کرد با این کار دیگه سکوت بر مجلس حاکم میشه، فدای زینب بشم، سر بریده برادر یک طرف، تناب بر گردن امام سجاد بسته است یک طرف، ابو برزه را کشیدن یک طرف، چوب یزید و خلاصه سر داخل تشت. این صحنه عجیب، اینجا زینب شناخته میشه، از جا حرکت کرد، شروع کرد سخنرانی کردن. آی مردم، هنوز ما عاشورا را نشناختیم، هنوز زینب را نشناختیم. اگر امام زمان صبح هم گریه میکنه، شب هم گریه میکنه. میفرماد اشکم تمام بشه خون گریه میکنم. وقتی در یک عالم از او سوال میکنن چرا، میگه اسیری امام زینب. یه اسیر عامل بیداری دنیاست. و والله تمام دنیا باید زینب بشناسه برای رسیدن به آزادی، رسیدن به حق، رسیدن به عدالت. من وقت ندارم، انشالله در جلساتی که این شبها داریم عزیزان شرکت کنند. از جا حرکت کرد در همین شرایط، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد رسوله. یه خطبه خوان، من نمیتونم خطبه را کامل برای شما دوستان عرض بکنم، فقط فرازهای از خطبه را عرض میکنم. اولا در آغاز خطبه حمد خدا کرد. در جلسه با این وضعیت کفر یزید فی المجلس زینب ثابت کرد با استدلال. کفر یزید ثابت کرد. در ادامه بیعدالتی یزید ثابت کرد. این خطبه را باید خط به خط بخوانیم. مفتضح کردن دودمان بنی امیه، گفت که از یزید چیزی غیر از این انتظار نمیره. مادر بزرگ تو هند جگر حمزه سید و شهدا را میخواست بخوره، خدا اجازه نداد. گفت از کسی که مادرش جگر سید و شهدا را حمزه را میخواست بخوره چه انتظار میره. گفت از ابو سفیان که آزاد شده پیغمبر است و همسر که آکلت الاکباد است انتظار غیر از این نمیره که حسین رهبر آزادگی و آزادگان را به شهادت برسانه. بعد شروع کرد تجلیل از شهدای کربلا. گفت یزید تو چه فکر میکنی؟ اینا ضرر کردن؟ گفت اینا خوبان عالم بودن. کار به جایی رسید که به یزید فرمود این نیل از تسخرن، تو از نظر من ارزشی نداری؟ گفت شرایط پیش آمده که من با تو صحبت میکنم و الا تو ارزش صحبت نداری. بعد فرمود که کت کیدک وس اسایک، هر چی میتونی تلاش بکن، هر چی میخوای حیله و مکر بکن، تو نمیتونی ما را از دلها بیرون بکنی. امروز از یزید چی خبری است؟ اما از زینب چی گونه تجلیل میشه؟
جالب است. فرمود به زودی رسواییت در جهان جهانی میشه. صدای رسواییت جهانی میشود. آی مردم، آی نمازگزاران، این سخن زینب است. همینطوری که داشت صحبت میکرد یک اشاره ای کرد. اجازه بدین من اون قسمت آخرش بخوانم، حیفم میای اینجا را نخوانم. فرمود الحمدلله الذی ختم لاولیائنا بالسعاده و لآخرنا بالشهاده و الرحمه. گفت خدایا سپاسگزارت هستم که دوستان ما را اهل سعادت قرار دادی و آخر کار ما را شهادت قرار دادی. میدونین همه ائمه ما به شهادت رسیده و آقای ما هم بعد از ظهور به شهادت میرسه. بعد اشاره کرد به دولت کریمه اهل البیت. در مجلس یزید اشاره کرد، گفت یزید انتقام گیرنده خون حسین ظهور میکنه. این است زینب. دیگه وقت کم موند، اجازه بدین یه اشاره بکنم بر رقیه نازدانه و از همه التماس دعا. اینجا شد دیگه اجازه بدین من خلاصه طلبگی بگم. یه کسی رفته بود حرم حضرت رقیه، من یک بار رفتم، خدا همه تونه برسانه. وقتی وارد حرم حضرت رقیه شد یک احساس عجیبی داشت. آدم احساس عجیبی داره، همطوری که الان شما احساس خوبی دارین داخل نماز جمعه هستین، آدم کربلا میره احساس خوب داره. رفته بود حرم حضرت رقیه، بعد از یکی از علما پرسید، گفت اون احساسی را که در حرم رقیه دارم هیچ جا احساس نکردم. او یه جواب قشنگی داد، گفت آخه نیمه‌های شب روح حسین آمد، سر بریده حسین آمد، اون آمدن همونجا مونده. در خرابه اینا را جا دادن. مثل فردا که روز شهادت است، این دختر کوچک نیمه‌های شب حالا به هر دلیلی شروع کرد صحبت کردن از پدر. هی صحبت میکرد از بابا. بعضی ها نوشتن دم غروب زینب سلام الله علیها میفرماید رقیه آمد از من پرسید امه جان اینایی که میاین اینجا با اطفالشان بعد میرن کجا میرن؟ گفت جان امه اینا خانه شان میرن. بعد گفت امه مگر ما خانه نداریم؟ فرمود جان امه خانه ای ما مدینه بود. یه فریاد زد وا غربتا وا زلتا وا کربتا. شب شروع کرد به نالیدن و صدا زدن بابا. نمیگم بالاخره داستان مفصله، بالاخره یزید دستور داد سر بریده رو آوردن جلد دختر 3 ساله گذاشتن. بعضی ها نقل کردن وقتی میخواستن سر بیارن، بعضی ها نوشتن زینب در دروازه فرمود نبرین نبرین، اجازه نمیدم ببرین. اما گفتن نه دستور یزیده. همه قد بگم وقتی سر آوردن یه دختر 3 ساله تاریکی شب سر به بغل گرفت، چند جمله گفت، فرمود بابا بابا کی رگای گلوده بریده، بابا کی ریشه ده غرقه بخون کرده. این شعار از حقوق بشر از فرمود که مرا به این کوچکی یتیم کرده. آی دشمنان اسلام، آی اسرائیل، آی صهیونیسم، تو که اطفال را این گونه سر میبری، تو مخالف حقوق بشری، بشریت حقوق را از زینب و رقیه یاد بگیریم. گریه بر رقیه گریه بر هر طفلیست که سر بریده می شود، گرسنگی داده می شود، آب بر روی او قطع می شود. خدایا فرج آخرین ذخیره اد را برسان. خدایا پروردگارا ما را از منتظران واقعیش محسوب بفرما. امنیت کشور ما، امنیت مردم مظلوم غزه و فلسطین، همه جهان اسلام تأمین بفرما. خدایا در محوریت قرآن و اهل بیت جهان اسلام، دولت و ملت افغانستان را به همدیگه نزدیک بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
انه کان توابا. آمین.